خسته نشدی توی بتل رویال انقدر زود میبازی و مدام رنکت میاد پایین؟ خب گیم رو درست تنظیم کن تا خیلی ساده نفر اول بشی. میگی چجوری؟ بیا تا بهت بگم. دوستان سلام، من محمد یزدانی هستم از تیم فنی 19 کالا. توی این ویدیو قراره با چند تا تنظیمات ساده شما رو به یه گیمر حرفه‌ای پابجی تبدیل کنم. اول از همه بریم سراغ مهمترین بحثی که وجود داره. پرفورمنس یا همون روان بودن بازی مهمه یا گرافیک؟ خب طبیعیه که واسه یه گیمر لگ نخوردن بازی خیلی مهمتره. ولی اگه گرافیک زیادی پایین باشه دیگه تشخیص دشمن‌ها کار ساده‌ای نیست. یکی از سوالات پرتکتاری که از ما پرسیده میشه اینه که آقا ما چطور با یه گوشی نسبتاً ضعیف پابجی رو طوری اجرا بکنیم که هم روون اجرا بشه هم توی گیم مشکلی نداشته باشیم. ببینید توی بتل رویال چیزی که خیلی مهمه ریاکشن های سریع توی بازیه که توی این مورد فریم ریته که حرف اولو میزنه. پس تنظیمات گرافیکی رو شده حتی روی اسموث قرار بدین تا بشه نهایت فریم ریت رو داشته باشین. اگرم گوشیتون از لحاظ سخت افزاری مشکلی نداره که خب کلا این بحث بی‌معنیه و میتونید نهایت گرافیک رو با بالاترین فریم ریت داشته باشید. مورد بعد خنک نگه داشتن گوشی در حین بازیه که اینو گیمرها خوب میدونن چقدر لازمه. راه حلش چیه؟ گوشیمونو بذاریم توی یخچال؟ نه عزیز من، اینطوری توی مدت کوتاه گوشی رو کلا نابود می‌کنی. راه حلش استفاده از فن‌های خنک کننده است که همه قیمتشو میتونی توی بازار پیدا بکنی و همیشه با این مشکل خدافظی کنی. خب حالا بریم سراغ این که ببینیم چطوری میتونیم مثل یه گیمر حرفه‌ای بازی کنیم. خب قبل از هر چیزی هدفونتو بذار توی گوشت و بازی رو هیچ وقت بدون هدفون اجرا نکن. حتی اگه بهترین اسپیکر و یه صدای دالبی تمام عیار هم داشته باشی، بازم هدفون یه چیز دیگه است. حالا اولین کاری که میکنی برو توی تنظیمات و توی بخش اسکوپ گزینه کویک اسکوپ سوئیچ رو روشن کن. تا اگه با تفنگی مثل M14 و اسکوپ 8X داری پلی میدی و یه دشمن جلوت ظاهر شده، خیلی ساده بتونی از 8X خارج بشی و با یه دونه ردات ساده شکستش بدی. گزینه بعدی هم ایم اسیست هست که توی همون تنظیمات بخش بیسیک میتونی پیداش کنی. این قابلیت بهت کمک میکنه نشونه‌گیری دقیق‌تری داشته باشی. ولی خب اگه میخوای حرفه‌ای بازی کنی هیچ وقت ازش استفاده نکن. یکی دیگه از تکنیکایی که میتونم بهت بگم اینه که همین الان برو توی تنظیمات پابجی توی بخش کنترل گزینه پیک که آخر صفحه هست رو روشنش کن. با این کار میتونی به یه سنگ یا درخت تکیه بدی و خیلی راحت دشمنتو بزنی و اون باید خیلی ماهر باشه که بتونه توی این حالت تو رو هدشات کنه. اگه خواستی گیم رو خیلی حرفه‌ای‌تر از اینا اجرا کنی، شک نکن که باید از حالت 4 انگشتی استفاده کنی که فکر کنم خیلی از شما گیمرها اینو میدونین، ولی یادتون باشه که تنظیم دقیقش از هر چیزی مهمتره. اگرم با این حالت راحت نیستید پیشنهاد میکنم که از دستای مخصوص بازی برای گوشی استفاده کنید که نمونه‌هاش هم توی بازار زیاده و گیم رو خیلی حرفه‌ای‌تر از همیشه اجرا کنید. آخرین بخش هم سنسیویتی یا همون حساسیت گیم هست که اگر بخوایم کامل توضیحش بدیم باید تا خود صبح این ویدیو رو ادامه بدیم و میتونم به جرئت بگم که هر کسی بسته به سبک بازی خودش باید تنظیمش کنه. به هر حال اگه میخوای راجع به این موضوع اطلاعات خفن‌تری داشته باشی توصیه میکنم که حتما این مقاله رو بخونی، چون اونجا کامل‌تر توضیح دادیم. حالا نظرت چیه؟ تونستی پابجی رو حرفه‌ای‌تر از قبل بازی کنی یا نه؟ منتظر نظرتون هستم.